خب حالا بریم سراغ جاده. اون کانسپت ذهنی من اینه که بگم این قلم، قلم طراحیه، روی جاده بذارمش که یعنی تعیین کننده است، به عنوان یک نماد تو جاده است، بعد نصفشو ببرم اینجا بنویسم همایش طراحی، همچین چیزی تو ذهن. خب بریم سراغ عکس جاده. جاده رو بیاریم ببین عکسام با کیفیت بزرگه. این عکس اشکالش اینه که نه اشکالش اینه که مرده است، کنتراست خوبی نداره. این می اوتو بزنیم اول این فتوشاپ چی میگه. فتوشاپ تشخیصش اینه، بد نیست تشخیصش، ولی میشه رفت دستی هم یه کارایی کرد، نورشو بیشتر میکنه، کنتراستش خوبه، یعنی تضاد رنگ آسمون و اینا خوبه، ولی من اتفاقا اصلا هیچ احتیاج به آسمونش ندارم. بهترین راه برای جدا کردن این استفاده از چیه؟ نه دیگه ماجیک خیلی بده، ماجیک اگه بزنی آسمونش چیز داره، تونالیته داره، مغناطیس، مغناطیسیه؟ نه مغناطیس هم نه، نه 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 ماجیک مال جاییه که دوتا رنگ کنار هم مشخصه، مثلا آبی زه. اینجا آبی نیست، اینجا صد تا آبی هست. پالیگان لسو درس دادیم، یعنی این چند زلی میکشه. ببینید یه دونه میذارم اینجا، 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 دیلیت، درست شد؟ جاده زش شد بشه پوستره دیگه، یه ذره کوچیکه، انقدر اشکالی نداره بزرگش کنم، خیلی چشم نمیفهم. یه ذرم لبهاشو باید بیشتر ببریم، یه خط میذاریم وسط به عنوان راهنمامون، اینجا، اینجا، کاش یه خط دیگه هم این برگذاشت. دیلیت، دوباره رفت. خیلی خوب این گاید رو از بین میبره. خب اینم کلیک راست لایه 4، اینم یه روش انتخاب لایه هاست، نمیخواد دستتون رو ببرید اینجا، مثلا اینو میخواید روش کلیک راست کنید اینو بزنید، اینم میذارید وسط. سر قلمم بیاد رو جاده اواسطش، اینو میذاریم بالا. قلم الان اینجاست چون بعدش میخوام سایهش هم درست. خب تو پوستر معمولا اینقدر رنگ وجود نداره، حواس پرت کنی. من نظرم میرم روی این ایمیج ادجاستمنت تری شولد، این سیاه قلم میزنه. ببینین این کارهای سیاست، کارهای مثلا اتودای سیاسفی. شاید اینطوری بهتر باشه، شایدم بهتر اصلا سیاسفیدش کن. کوشش بلک اند وایت باز نیست. چرا باز نیست؟ جان چرا الان بعضی از اینا غیر فعاله؟ هر کی گفت؟ نه شما نمیدونین آخه، چرا زور میزنین که بگین نمیدونیم آخه؟ به خاطر اینکه سی ام وای کی هست، در حالت سی ام وای کی
کارهایی که شما میخواید روی رنگ روی نور انجام بدی غیر فعاله. باید یه لحظه اینو از سی ام وای کی خارج کنید، اشکالی نداره، یه لحظه دونت فلت هم میزنید، این الان میشه آر جی بی. وقتی سی ام وای کی باشه کار چاپیه، فیلترهای نوری کار نمی کنه. آشد آر جی بی. حالا میدید اینجا بلک ام وایت باز میشه، این شد سیاسفید. تنظیمش میکنید دیگه، بالاخره چه تیپ جاده ای میخواید. این بهتر، اگه تیره باشه بهتر. خیلی خوب، دوباره که کار تموم شد باز سی ام وای کیش کنید. من با اجازهتون نصف قلم رو پاک میکنم، یعنی میام روی قلم اینقدرش رو پاک میکنم، نمیخوام. منتها قلمم برای اینکه خوب دیده بشه کنتراستش رو تغییر میدم. اول اوتو بزنیم چی میشه، بهتر شد. چیکار میکردیم؟ خب خواستم آموزش بدم دیگه. کسی که تو ذهنش نصف اینو انجام بده چرا؟ خوشم میاد که وقتی یاد بگیری اصلا ادعاتون میشه. خب نه، بریم سراغ نوشتن. ببینید چون فتوشاپمون ورژن خاورمیانه است، فارسی مستقیم می‌نویسه، اما با چه فونتی؟ فونت نداره کامپیوترمون، اما سرقلم ندارید که، با یه فونت الکی فتوشاپ می‌نویسه. بیایم یه سری سرقلم توش نصب کنیم. سرقلم که می‌دونید اینا رو میگن سرقلم، با انواع فونت ها. مثلا تو فارسی یه عالمه فونت هست، لاله، نازنین، میترا، تیتر، اینا شما تو ورد تایپ میکنید استفاده میده. یه نرم افزار بهتون میدم، هر وقت ویندوز عوض کردین اینو نصب کنید. این توش این میره خودش اتوماتیک یه عالمه قلم نصب میکنه برای ویندوز. اون وقت تو نرم افزاره مثل ورد و فتوشاپ و اینا شما میتونید یه عالمه انتخاب داشته باشید. فلش ام ای، فلش اگه ام ای باشه. چرا دیگه، بعد از اینکه ویندوز هر وقت ویندوز نصبش تموم شد میشه، میشه بعد میشه. این نرم افزار فونتای نصب تعلیق رو نصب میکنه، فونتای ساده همه رو نصب. خیلی هم کم حجم و راحت هم هست. اجراش میکنید ستاپ نکس، تمام اینا رو تیکشو میزنید، نکس نک تموم، خوش داره نصب. اینجوری دیگه همه جور فونت فارسی رو کامپیوترتون داره. خراب میشه چرا؟ ویندوز تنظیم نمون. خب یه سری فونت هم اینجا هست، اینا فونت های مریمه، نرم افزار مریم یه نرم افزار فارسی نویسیه که خیلی فونت های زیبا داره، اما اگه شما بخواید باش کار کنید باید نرم افزار مریم رو نصب کنید. حالا من به شما فونت هاشو میدم، نمیخواد نرم افزار مریم رو نصب کنید، مستقیم خودش تایپ میشه. ممنونی بیاین، جدی میگم ممنونیم، چون که همینجوری دارم هر روز یه چیزایی میدم شما میبرین.
آخرش هم میگین مرتیکه چقدر شوخی میگرد، مرتیکه چقدر جلف بود مثلا. آقا ببین وارد فولدر فونت ویندوز میشین، درایو سی ویندوز فونت، پس محل قرار گرفتن فونت های ویندوز درایو سی ویندوز فونت. این فونت ها هم همه رو انتخاب میکنیم، کنترل آ از توی نرم افزاری که امروز بهتون میدم میگیرین میکشین میندازین دستتون این جاهایی که خالیه سفیده. 406 تا فونت رو داره براتون اضافه میکنه خودش. بعد اینا دیگه با یادتون باید باشه با W شروع میشه. ببینین W کوفی، W وقتی تو نرم افزار ورد تایپ میکنین متنتون انتخاب کنین، W رو میزنین اینا میاد. باقی هم که باید حفظ باشین، مثلا نازنی، میترا، اونا هم که دیگه فونتاییه که مثلا برای کارهای اداری میترا استفاده میشه، برای کارهای مثلا چی بهش میگن وصیت نامه اینا نازنین استفاده میشه مثلا. چی؟ والا اونم میتراست، به خاطر اینکه میترا جمعه و در این حال چشم راحت میخونه. چی ترس نظر شما چیه؟ یا میترا؟ نه نازنین خوبه. والا نه نازنین بزرگ میشه، یاقوت هم میشه، یاقوت یه ذره تیز از لبه هاش، ولی یاقوت و میترا برای کارهای اداری استفاده میشه. میترا نازنین راحت خونده میشه ولی جا میگیره، خیلی حجم داره. مثلا یه صفحه آچارش 15 سانت 10 سانت از میترا بیشتر میشه، فاصله بین سطراش بیشتر. من خودم نازنین دوست دارم، میترا خوب نیست. خب بنویسیم اینجا یه ابزار تایپ دارید، اینجا هم یه کلیدی دارید که باید مطمئن باشید تیک خورده به نام. اگر یه موقعی تایپ کردین اشکال داشت فارسیش، این کلید رو باید بزنید اول، اپلای میدلیس حالا کمپوزر، ولی این باید تیک خورده بود، یعنی باید انجام بشه. حالا بزنیم ببینیم درسته. اگه درست نبود باید ویندوزتون رو تنظیم کنید که فارسی بنویسه و بعدم از این کلید مطمئن شین. فعلا می‌نویسم، بعد تنظیم ویندوزم یادتون میدم که چیکار کنید فارسی بنویسید. خب یه کلیک می‌کنید، فونت رو یه اندازه می‌کنید که چشتون فعلا راحت ببینه، فونتش هم مهم نیست، راست به چپ، اینم که دایرکشن صفحه است برای انگلیسی left to right، برای فارسی right to left، این با این فرق داره. این مثلا وظیفه‌اش اینه که نقطه رو ببره تای خط، میفهمه که شما میخوای کار فارسی بکنی. alt shift رو میزنید رو کیبورد، اینجا مینویسه FA، فارسی میشه کیبورد اگر شما کامپیوترت رو تنظیم کرده باشی. حالا مینویسید دیگه، مثلا مینویسم همایشه، اگر نمیبینید باز دوی درشتر کنیم، همایشه اندو میزنم میرم تای خط، همایشه طراحی و امنیت جاده اینتر تهران، مثلا دهه شهریور ماه 90. برای اینکه یه ذرم جستیفایش رعایت شه دو تا اسپیس هم میزنم. خب کنترل آ میزنم، یکم هم جلو میرم برای اینکه شما راحت تر ببینید چیکار میکنم. خیلی مهمه از اینجا به بعد، خواهش میکنم دقت کنید.
از اینجا بعدش توی فیلم دیگه میگم که فیلم طولانی نشه.